فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی باز از کسانی بودند که تازه به کاروان اهل سنت پیوستند و گفتند که در منزل پدر در خانه پدری زندگی میکنند، با همسرشون هدایت شدند، گفتند پدرشون به مذهب راضی نیستند و او را دچار مشکلات قرار دادند. آیا میتونند به خاطر این از شهرشون هجرت بکنند، به شهر دیگه برن؟ و سوال دیگه شون این بود، گفتند که میخوام اسم پسرم را عمر و عبدالرحمن بذارم ولی پدرم راضی نیست، آیا باید از پدرم اطاعت بکنم؟ در مورد این عزیزانی که موحد شدند، من این توصیه رو دارم که مراعات بکنند بسیاری از مسائل رو در یک جامعه ای که هنوز نتوانسته که اهل سنت و الجماعت رو هضم بکنند، نه اینکه افرادش بلکه خود حکومت و مسئولینش نمیتوانند اهل سنت و الجماعت رو تحمل بکنند، شما حداقل مراعات بکنید بسیاری از این موارد را و به قول عامیانه تو روی پدر و مادرتون یا جامعتون در واقع نیستید و این دیانت شما، سنی شدن شما، اعتقاد شما یک چیز درونی هست. در ظاهر چندان تفاوتی وجود نداره، اون تفاوتایی که مثلا در کیفیت نماز خوندن هست و این هم قابل حل هست، یعنی شما می توانید به گونه‌ای نماز بخوانید که دور از چشم خانواده باشن یا حداقل حساسیتی در این زمینه در واقع ایجاد نشود و این بهترین راه برای حفظ خودتان و برای حفظ آرامش خودتان هست و دین خودتان را و اعتقاد خودتان را به صورت و به نحو احسن شما می توانید که به این وسیله حفظ بکنید و لازم نیست که حتما داد بزنید که شما در واقع سنی شدید. و اگر نمیتوانید واقعا در اونجا اهل دین باشید، زیرا که دیانت ممکن هست، فقط برخی از این شعائر ظاهری رو شاید نتوانید شما در اونجا در واقع انجام بدهید، اما اگر واقعا خواسته باشید و پدر و مادرتون به شما نیاز نداشته باشند، از نظر شرعی جایز هست برای شما که بروید در یک منطقه سنی نشین، بروند هجرت بکنند و بروند در اونجا سکونت بکنند. اما اگر پدر و مادرتون نیاز به خدمت دارن، نیاز به سرپرستی دارن، من توصیه میکنم که این در واقع کم مهری های پدر و مادرتون را تحمل بکنید، این در میزان حسنات شما هست و در کنار پدر و مادر باشید و این هم سعی بکنید که به نحو احسن پدر و مادر خودتون را هم انشاءالله دعوت بکنید که نامش به امید خدا موحد بشن. اما در مورد اسم فرزندتون که میخواهید عمر بگذارید، در جامعه ای که اجازه نمیدهند که اسم عمر بر فرزندان شما گذاشته بشود، در خانواده، در جامعه، شاید از نظر حکومت و دولت هم مشکلی برای این نامگذاری وجود داشته باشد، لزومی ندارد که شما اصراری بر این داشته باشید که نام فرزندتون عمر باشد. همین که شما عقیده عمر را داشته باشید، دین عمر را داشته باشید، همین کفایت میکند و واجب نیست که شما نام فرزندتون عمر باشد. اگر اما اطاعت از پدر و مادر بر شما واجب هست، تفاوتی نداره که این پدر و مادر شیعه باشند یا اهل سنت و الجماعت باشند یا حتی اگر کافر باشند، در مواردی که تضادی با دیانت ندارد شما باید حتی از پدر و مادر کافر خودتون هم در واقع اطاعت بکنید، چه برسد که مسلمان باشند، شیعه باشند یا اهل سنت و الجماعت باشند. در این زمینه نظر بنده این است که شما از این پدرتون اطاعت بکنید و نام فرزندتون را عمر نگذارید، اما سعی بکنید که دین عمر را، اعتقادات عمر را که همان اسلام ناب و واقعی هست، اون را عملا در زندگی خودتان اجرا بکنید.